عزیز سلام به شما بینندگان محترم با یه زنگ سلامت دیگر در خدمتتون هستم امیدوارم که با تمرین و فعالیت های مختلف روزانه بتونید زندگیتو تو به طور خوبی مدیریت بکنید همجوری که بارها گفتم تمرین خیلی مؤثره مخصوصا علاوه بر این که اون ناحیه و قسمتی از بدن رو که آسیب دیده میتونیم به بهبودی خوب برسونیم علاوه بر اون فرض ما وقتی نیم ساعت برای رانتون تمرین انجام میدیم خب این هم برای زانوتون خوبه برای مچتا پاتون خوبه خیلی از این تمرین ها برای کمرتون خوبه و در نهایت شما را یه جورایی به طور غیر مستقیم چیزی که ما مرتب در مطب انجام میدیم اینه که با همین تمرین برفرض برای نای ران که شروع میکنیم بعد چند جلسه این شخصی که تمرین نمی کرده را به فعالیت های و تمرین های کل بدن می رسونیم و با یه سری فعالیت های دیگه مثل راه رفتن، دوچرخه سواری، شنا کردن باعث میشه که این شخص بعد چند ماه کامل زندگیش عوض بشه و بارها از مریضان بنده شنیدم که وقتی که تمرین میکنن و بعدا به جنرال اکزرسایز یا همون تمرین و ورزش های کلی برمیگردن واقعا زندگیشون دگرگون میشه حتی یک بیماری بندی داشتم که کارش خیلی کار خوبی داشت و داروهای جدید رو تو کشور مختلف اروپایی پرزند میکرد در واقع وقتی داروی جدید میومد این علنا به من گفت که بعد اینکه اومد فیزیوتراپی برای شونش درد میکرد بعدش که بنده اینو به ورزش آوردم و واقعا هیچ 60 سالش بود تمرینم نمی کرد. بعد 5 6 ماه به من پیام داد گفت نوید من حتی درآمدم هم جالبه که زیاد شده گفتم چطور میگفت دیگه ورزش می هفته سه چهار دفعه عضو باشگاه شدم مرتب میرم میام از نظر روحی بهتر شده خوابش بهتر شده غذا خوردن ما بهتر میشه و حتی آداب معاشرت ما با بقیه هم بهتر میشه چرا که وقتی یه رو 20 دقیقه نیم ساعت ورزش میکنی روحیتون بهتر میشه دهها فایده داره که دیگه نمیخوام به جزیاتش برسم خب بنده میخواستم یک برنامه برای مفصل ران درست بکنم تا بعد اینکه برنامه تموم شد هفته پیش دیدم واقعا حیف هنوز خیلی از تمرین های مرحله دوم آسیب ران موندن که تصمیم گرفتم این هفته رو هم به تمرین های مفصل ران بپردازم و نشون بدم که شما پکیج کامل اونو داشته باشیم اگه یادتون باشه برای زانو برای کمر هر کدوم 4 5 تا برنامه بنده تهیه کردم که تمرین ها را از مرحله اول شروع میکنیم کم کم میریم به جلو تا به اون فانکشنال اگزرسایز در واقع برسیم که بدنتون آمادگی انجام هر کاری رو داشته باشه برای مفصل هیپ هم اینجوری شد خود به چون تمرین ها زیاده پس شما تمرین های هفته پیش رو انجام میدین اگه بیننده جدید این برنامه هم هستیم برین تو وبسایت و یوتیوب و تلگرام برنامه هفته قبل رو ببینید که یک سری آناتومی و انترودکشن در رابطه با آسیب های مختلف مفصل ران داشتیم و چند تا تمرین هم در آخرش برای شما نشون دادم که تمرین های مرحله اول بود به حساب و امروز تمرین های قوی کننده بیشتری رو برای مفصل ران نشون میدم که امیدوارم اینها رو هم در ادامه انجام بدین. خب به آسیب های مایچه و تاندون و بافت های مختلف مفصل ران فعلا کاری نداریم. اگه اونها رو هم دارین تمام این تمرین ها برای شما خوبن ولی به همون آرتروز که نگاه بکنیم چه اگه در شرایطی هستین که جراحی نکردین اینا را میتونید بعد دو سه هفته بعد از تمرین های قسمت اول الان به این مرحله رسیده بدنتون آماده شده که شما لودینگ بیشتری بدین و دلیل اینکه تمرین ما سنگین تر میکنیم بعد دو سه هفته هم بارها گفتم به خاطر اینه که بایستی اندازه نیرویی که ما به بافت آسیب دیده وارد میکنیم مرتب بره بالا تا بتونه با اون حالت اپتیمال برسه در واقع به جای برسه که شما راحت راه برید پله برین بیاید بالا پایین اگه کارتون با پا و ایناست بتونه راحت انجام بدین و یا ورزش انجام بدین که در نهایت هدف اینه که تمام مردم با یک آسیب ران حالا چه قبل از جراحی چه بعد از جراحی پیش ما میان ما اینا را از صفر مطلق یا مثلا میلنگ اینجوری داره میاد شروع می تا به جایی که بتونه فرض بدوه بتونه از پله بارا پایین بره دوچرخ سواری بکنه هر ورزش و اسپورتی که دوست داره هم برای اون مفصل و فیتنس و سلامتی بدنش خوبه و هم مخصوصا بتونه یه سری فعالیت های ایروبیک مثل دوچرخ سواری و پیاده روی و اینا رو انجام بده که برای بیماری های قلب و شش و اینا لازمه چرا که یه کسی که آسیب هیپ گرفت و بعدن در سن پنجاه سالگی برفرض به خاطر اون درد تمام اینا رو کنار بگذاره خب معلومه پنج سال بعد دهها مشکل دیگه هم پیدا میکنه پس به همین خاطر مهمه که شما هر آسیبی که در بدن دارید اونو خوب بکنید که بتونید تمرین ها و فعالیت هایی رو انجام بدین که برای قلب و شش و مغز و دستگاه داخلی شما مؤثر باشه و با یک آسیب زانو یا ران اگه ما بخوایم تمام فعالیت ها رو کنار بگذاریم که دیگه متاسفانه اوضاع وخیم میشه و یا بتونیم به کارمون برگردیم خیلی به خاطر آسیب های شدید از یک روز تا چند روز تا چند هفته نمیتونن برن سر کار که با این برنامه های فیزیوتراپی باز ما مردم رو به کار برمیگردیم پس به طور خلاصه وقتی که یک بیمار میاد پیش ما بر مبنای هدف و ابجکتیف های اون بیمار ما خودمون رو هماهنگ میکنیم یکی میخواد بر بره دو یکی میخواد بره دو شرخ سواری یکی میخواد بره فوتبال بازی میکنه و شده الان همون بیماری که در برنامه پیش اشاره کردم در سن 50 سالگی تعویض مفصل هیپ کرده الان تنیس بازی میکنه و اینا را نمونه زیاد داریم یکی دوتا نیست منتها بازم میگم میکنم شما نمیتونی برید تنیس بازی میکنید با اون هیپ مصنوعی اون تمرین میخواد تمرینم بارها گفتم فرمول به شما جواب میده به همین خاطر توصیه میکنم از شما بیماران عزیز که فقط دل به اون دستگاه های های همکاران در داخل کشور خوش نکنید ولی اگه میخواین برگردیم به فعالیتاتون بایستی تمرین و مد... انجام قرار بدین و کم کم بریم بالا خب پس تمرین های سری پیش انجام دادم امروز باز میریم به سراغ تمرین های بعدی دستات اینجوری بگیر یه کم یواش میارین دستات پاهاتونو میزنید به دستاتون اینا در واقع باز تمرین گرم کننده در حالت سر پا نشون میدیم که خیلی عالی و ریلکس پلیز دست فاین یکی بعدی دستون اگه لازم شد میگیرین به جایی این ران رو میبرین جلو و میارین عقب هم برای این پای که روش واسه دادین خوبه تمرین خوبیه و هم رو دامنه حرکتی این ران الان کار میکنیم بعد یکی بعدی در ایناف میریم بیرون و میارین داخل من تا میگم اگه مسن هستین یا لازمه حتما دستتون رو بگیریم به یک جایی انجام بدین و یکی بعدی هم میچرخونید خیلی راحت از چپ به راست و راست به چپ خیلی عالی خب بعد اینا رو دستا به کمر میگیریم باز کمر را گرم میکنید یه دقیقه اینا همش دو سه دقیقه طول میکشه هم برای مفصل هیب خوبه و هم و اپوزیت برعکس و چپ و راست باز چند دفعه میرید و روتیشن که اینا رو تو برنامه مختلف نشون دادم و هدفی هم که بنده اینا رو تکرار میکنم هی hey, اینه که میخوام شما دیگه از بر بشین عادت بکنین بهش و برای هر تمرین و ورزشی قبلش باز 4 پنج تا تمرین گرم کننده ما انجام بدیم که بدن آماده بشه خب یکی بعدی دستات رو اینجوری میگیرید فرض میکنید که یک صندلی پشت سرتونه و میرین که بشینید ولی قبل از نشستن میایم بالا که تمرین اسکوات در واقع این تمرین خیلی برای مفصل ران و مایچه های باسن و پا چون این مفصل رو نشون دادم که سری پیش از این جلو مایچه های پا از جلو و مایچه های باسن از عقب مایچه های شکم از اینجا مایچه های اینا همه به هم وصلن و باعثی تمام اینا تقویت بشن که بتونن این هیپو سر جاش نگه دارن پس دو تا اسکات انجام میدین. دفعه اول بدون وزنه میتونین 15 تا انجام بدین. در اینو در واقع از همون هفته اول دوم میتونید انجام بدین بعد اون تمرین مرحله قبلی و کم کم میریم بالا. یکی بعدی یه وزنه 5 کیلویی میذاریم بالای شونتون. اگه هم هم چیزی ندارین تو خونه یک کوله پشتی چهار تا کتاب بندازین تو دو تا بسته شکر بندازین تو خب پاهاتون اندازه یک کم از بیشتر باز میکنید و اسکات انجام میدین دوباره don't go all way down please just a little bit آفرین keep relax and repeat اینو دو تا پس دفعه اول یک پونزه تا بدون وزنه انجام میدین دفعه بعدی یه ده تا با وزنه 5 کیلویی انجام میدین خیلی خوب یکی بعدی با همون وزنه میان یک دقیقه رو یک پا وای میسین مون اگه برفض شما جراحی کردین تو هفته سوم چهارم هستین دیگه باید حتما دستتون رو به یک جای بگیرید که بالانستون به هم نخوره یه ها بیافتین یه وقت خدا نکرده مشکلی براتون پیش بیاد وقتی Now, leg, <applause> وقتی جراحی میکنید حتما تا اون 5-6 هفته اول خیلی دقت بکنید که باعث در رفتگی نشه یا پارگی و اون زخم و اینا مشکل ایجاد نکنه خب بعد که یکم قوی تر شدین وزنه رو میبریم بالا که حالا ما اینجا وزنه داریم اینو میذاری پشت دوباره و هفته مثلا پنجم ششم رسیدیم دیگه اینو اسکوات با آره اسکوات با وزنه 10 کیلویی انجام میدین که خیلی خوب یه ده تای دیگه با وزنه بالاتر انجام میدیم باز با همون وزنه بالاتر روی پا یه دقیقه وای میستین که الان تمام این مایچه ها دارن کار میکنن که بتونن این حالت رو حفظ بکنن آفرین و پای دیگه یک دقیقه در این حالت وای میسین تونو در حالت قدم وای میستین و اولش در همون هفته دو سه هفته اول یکم رو جلو خم میشین روزانو یه استریت ات و میرین جلو و میایین پایین خیلی عالی الان اینو انجام میدین در هفته چهارم پنجم میرین دیگه در این حالت انجام میدین که خیلی تمرین خوبیه یه تمرین دیگه ای که خیلی خوبه برای بالانس و از همه مهمتر قوی کردن مایچه های ران و کمر که اولش دستون میگیریم به یک جایی یک دقیقه رو همچی بالی وای میسین اگه اینم نداشتین خیلی راحت البته میشه اینو خرید ارزونم هست یه بالش کوچک بذارین زیر پاتون رو همون وایسین و ریلکس چنج لگ تو رو هر پا با مدت یک دقیقه وای میسین اوکی oh <laughs> <Okay>. خیلی عالی که <laughs> بعداً که قوی شدین میتونین سینگل لگ سکوات انجام بدین روی این میری بالا و حالا میری پایین روی یک پا این پا را ریلکس بکن okay. just keep this one relaxed yes don't go too far خیلی ریلکس اولش میریم پایین ببین الان قبلا اینو تو برنامه گفتم الان زانوش و پاش تو یک خط نیستن شما سعی کنید که تو یک خط باشه من تو اینا سخت و عالی اشاره کردم که تمرین ها باعث رو اصول بره بالا و فشاری که به بافت میاد بیشتر بشه خب در این حالت پا را صاف میکنید اوکی خب حالا این پا ثابته اینو باز میکنی و میبندی خیلی راحت عجله نکن سلولی پلیز کیپ going نفس عمیق بکش آفرین و انجام میدین اوکی okay. یکی بعدی اینو میرین تا آخر کیپ going پولت now Now, اینجا حدود 20 ثانیه نگه میدارید و بعد یواش یواش یک دو سه چهار One more slowly One two No you're coming too fast One two three خیلی سخته اینا برای uh, همون بعد پای دیگر رو انجام میدین This one خب پس اولی میرین ده تا پول and relax آفرین یکی بعدی میرین و ده تا نگه میداری hold on please for 20 second و یکی بعدی میای جلو و میشماری یک دو سه چهار یکی بعدی با همین کش این پا را میکشیم بالا و پایین بالا و پایین اوکی خیلی راحت تمرین خیلی خوبیه برای تمام بافتا مخصوصا به ران شما خیلی کمک میکنه و بعد این پارا میکشیم بالا و پایین Slowly return very good resist resist hold on، resist resist very good and slowly return خیلی عالی that's fine دو تا تمرین دیگه در این حالت برای کمر و زانو نشون میدم اینو میاریم بالا 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 مور اپ 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 اند داون اسلولی و این کتن که برای خیلی از keep going please پلیز کمرتون خیلی خوبه بعد جراح چیز بعد میرین تا عقب قشنگ ریلکس ریلکس لاین داون لاین داون لاین داون لاین داون Very good. میکشین خیلی راحت اه, تمام مایچ های باسن رو کش میاره ادرانو اکستند میکنید میکشین تا آخر و میایین جلو اگه جراحی نکردین بعد آفرین در این حالت نشون میدین عالی خیلی تمرین های مفیدیه برای کل ناحیه ران اپ اند دان اپ داون اوکی اپ خیلی عالی. نه. Up. خب. در کنار اینا حالا به ده دقیقه پیاده روی شما انجام میدین در یا هر روز یا روز در میان و این پیاده روی رو هم بعد این تمرین ها رو که گرم کردین حالا چه تو خونه چه بیرون حتی اگه لاکداون uh, چیزی هم بود قرنطینه uh, چیزی بود تو ببین همینجا اینو قدم بزن کیپ ببین خیلی راحت slowly. میتونید یا میتونید شما ده دقیقه را برید پس هیچ مشکلی نداره یک مدل دیگه که تو را رفتن برای آسیب هیپ خوبه اینجوری را میرید میاریم میزنیم به دستتون و راه میرید خیلی خوب در سلولی پلیز یس اوکی پس ببینید تمرین های مفصل هیپو با یه سری گرم کننده ها شروع کردیم بعد شروع کردیم یک سری تقویت های خیلی آسون و بعد رسیدیم به تمرین های با فشار بیشتر که در این برنامه براتون نشون دادم در آخرش هم باز چند تا تمرین کششی انجام میدیم برای ناحیه رانک اینا رو حالا خدمتتون نشون میدم خب اولیش خیلی راحت میرین تاش توز میکنید زانواتون مکشور بکنید که خم نباشه چون نمیشه زانو رو صاف کرد و رفت پایین زانو صاف باشه و میرین پایین 20 سی ثانیه نگه میدارین یه سه دفعه تکرار میکنید خیلی خوب دست فاین یکی بعدی دست میگیریم به لبه میز hold the table please no just stay there hold the table no hold like this حالا این پا را میگیرید و just... it's okay. okay just touch it این مایچه اینجا را کش میارید و برای اینکه موثرتر باشه به جای اینکه الان اینجا را hold بکنید فقط این مایچه کش میاد ولی دستتون میارین اینجا رو hold میکنید که این مایشه شین تونم کش بیاد. حالا برای شین اشاره کردم شین م... یه برنامه حتما میذارم خیلی خوب اونم کافیه یکی بعدی گو م... فور سپلیت خب پاهاتون رو باز میکنید بعد لیتل بیت مور اوکی خب حالا دو تا دست رو میرین تاچ دیستوز بوسند بوسند اوکی اونجا وای میسین سی ثانیه نگه میدارین البته اگه جراحی کردین یا مفصل جدید دارین اینا رو باید انجام ندین در این حالت برای قبل از جراحی و طرف دیگه اینا هر کدومو دو سه دفعه میتونین نشون بدین و یکی بعدی you go for this one in است come knee like this and then hands in and inside elbow inside yeah. حالا هول میدین به طرف بیرون زانوهاتون رو خیلی تمرین خوبیه برای مایچ های داخلی ایران که نشون دادم تقویتشون هم با فشار میدادین خیلی خوب اونم کافیه یکی بعدی در این حالت میرین و این انجام بده اینو به چرخون به طرف داخل رلکس رلکس پلیز رولکس. اوکی در این حالت میرین و نگه میدانی که مایچه داخل رو باز بکشه و در این حالت کش میارین که اینم هول میدیم به طرف پایین اینجوری اوکی okay. و ریلکس you ریلکس خب این تمرین های کامل مفصل هیپو برای شما نشون دادم امیدوارم که به طور مرتب انجام بدین و اگه مشکلی سوالی ناراحتی دارید میتونید با بنده تماس بگیرید در صورت امکان در خدمتون خواهم بود و پاسخ میدم ولی حتما برنامه ها رو ببینید انجام بدید تمرین ها را و نتایج را خواهید دید در اینجا به پایان برنامه می رسیم برای شما آروزی ایامی خوش و سالم و تندرست دارم و امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید روز و شب خوش خدا نگهدار